رسیدیم تادوان، الان هم اومدیم توی یه تنگه هست، تنگه تادوان علی هستش و ایشون هم راه نما مونه. یه سری خونه های قدیمی مال زمان ساسانی و اینا هست، اون بالا هست، ما بریم اون بالا. این هم که رودخونه قره‌آباج. سختی کار. هم بریم این چاه رو ببینیم این بالا هست. اون چاهی که اون بالا بود تراشیدن از بالای کوه، اومدن از پشت اینجا میره کامل پایین. باز اینجا یه چاه دیگر رو تراش دادن که اگر معلوم باشه اون پایینه میره این ور که وصل میشده به اون، به خاطر اینکه ارتفاع زیاد نشه، برای اینکه حالا سنگا رو تراشیدن و آوردن میخواستن بدن بالا، دیگه اینو زدن که سخت نباشه دیگه کشیدن بالا. و از اینجا هم که دیگه میرختن میرون، اعتبارا هم هم میخواسته وصل شه به رودخونه برای اینکه آب بیارن بالا. سختی مسیر عادی فرز سری. از اینجا باید بریم بالا. اینم که یه قسمتی از سنگچینا. آره میریم این بالا. قسمت این اینا رو هم درست کردن فکر کنم برای جاپا که بذارن و برن بالا از اینجا تا برسن به اون بالا. خب اومدیم رسیدیم بالا بالاخره. این چیزایی که الان دارین میبینین اینجا و اینجا مال زمان قبل از اسلامه، یا بهشون میگن گبرا. بعد موقعی که بهشون حمله میکردن میومدن اینجا و پناه میگرفتن، چون دسترسی بهشون خیلی سخت بوده. نگاه کنید تو چه ارتفاعی هستن. اون چاه هم که دیدیم واسه آبرسانی بهشون بوده که نخوان برن پایین آب بردارن بیارن بالا موقعی که بهشون حمله میشه و محاصره میشه. این قسمت هم حوضچه‌شون بوده، آبی که از چاه ها میووردن بالا اینجا نگهداری میکردن. حالا جویندگان گنج اینجا رو کندن واسه ببینن گنج هست یا نیست. اینجا هم دیگه فکرم بالکنشون بوده. اینا هم که میبینید مثل پنجرن، اسمشون تیردون بوده. موقع که بهشون حمله میکردن از اینجا تیر پرتاب میکردن. کوچیک بوده و تیری نمیخورده بهشون. واقعا انسان های الان به نظرم نمیتونن دیگه همچین چیزی تو این ارتفاع با این امکاناتی که الان هم دارن درست کنن. سنگار تراش دادن نگاه با دستگاه امروزیه، بدون یه ذره بیرون زدگی. و بریم یه چیز عجیب تر نشونتون بدم. اینم راه ارتباطیشون با قسمت بغلی کوه. علی رفته اونجا وایساده. چقدر قشنگ اینجا رو تراش دادن. آخ دیگه اینجا با بشین. آب اون زمان خیلی بالا بوده. آب بالا بوده. حالا مثلا ببینیم تو کف روشنه رفته شاید بنا نرفته باشه. این قسمت و اینجا ادامه اون چاهیه که قبل نشونتون دادم میره میخوره
به رودخونه و از اونجا آب میکشن بالا. خب بریم واسه راهروی دوم. راهروی دیگه هم اینجا زدم. بس میشه به این شکفت سوم. یه راه رو دیگه هم بسیم اونجا. خب اینا قسمت سوم و یه راه رو دیگه هم اینجا هست. اصلا واقعا نمیدونم چجوری این کار رو کرده. بعد این یکیه هست که بلندتره. آره یه سری خونه هم اینجا زدن. خب این آخرین قسمت از شکفتایی که اینجا هست. سه تا شما اومدیم، یه چند تا دیگه این قسمت هستن واسه دارمونم. واسه همین مواقع بوده دیگه، اونا خیلی راشون سخت بود دیگه نتونستیم بریم. در کل که خیلی جای باحالی بود. حتما خواستین بیاین تا دوان راهنما بگیرید که اینجا رو بهتون نشون بده. خب یه قارم هست اون ور بهش میگن قار تادوان، میشه اینجا دقیقا که تو اونم زندگی میکردن و در راستای قارم اینا خونهای بوده که مثل همینجا بوده و راهروهایی که اونا رو هم وصل میکرده و اون قسمت هم زندگی میکردن و همینجور کشیده شده تا پایین. خیلی زیاد بوده. خب دیگه اینجا تمام شد، میخوایم بریم پایین. اگه تو ویدیو معلوم باشه اون سفید کوچیکی وسط تصویر ماشینمونه و باید این مسیر خطرناک ما بریم پایین تا برسیم اونجا. چرا سختی داریم واقعا. خدا به خیر کن. خب به سلامتی اومدیم رسیدیم پایین تو راه دیگه. اینکه اون قاره که گفتم دقیقا اینه، مسیر که میبینید دقیقا همون خونه هستن که به هم وصل شدن و همینطور این قسمت شکفتایی هستن که به هم وصل شدن. ما هم تقریبا اینجا بودیم، میشه اینجا اینجا. بریم که دیگه سوار ماشین چیم و از اینجا بریم. خب رفتیم خونه گبریای تادوان هم دیدیم. توضیحات میشم که دیگه علی کامل داره. الان هم برگردیم خف یه نهار بزنیم و باغ نرگس ها رو میخوام بریم ببینیم. اگه دیدیم اگه وقت شد میریم، اگه نه هم که دیگه میریم سمت شیراز.